سلام، وقتتون بخیر. من عمار حسینی هستم با خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام. حسینیه بزرگ قصر الزهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمى شیرازی دامزلو در شهر مقدس کاظمین طبق رسم هر ساله خود در سال روز ولادت حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اقدام به قربانی کرد. همچنین مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا به مناسبت میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف اقدام به نهر شطور و تقدیم قربانی به درگاه خدای متعال کرد. قربانی کردن در این روز مبارک از سنت‌های حسنه و مورد تأکید مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامزلو است که مراکز مرتبط با مرجعیت در نقاط مختلف جهان هر ساله به آن مبادرت می‌ورزد. گفتنی است گوشت حاصل از این اقدام به دست نیازمندان و ایتام میرسد. ۱۲۷ سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترک از شرکت کنندگان در یک نشستی در بحرین خواستند تا در خصوص وضعیت وخیم حقوق بشری در بحرین صحبت کنند. بر اساس این بیانیه نشست بین المجالس جهانی از 11 تا 15 مارس 2023 در بحرین برگزار می شود که انتظار می رود تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان و ناظران بین المللی از 179 کشور در آن شرکت کنند. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه اعلام کرد که مقامات بحرینی در 8 ماه مارس جاری ویزایی که در 30 ژانویه گذشته برای کارکنان این سازمان به منظور شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی صادر کرده بودند را لغو کرده است. این سازمان‌های حقوق بشری نگرانی عمیق خود را از ادامه بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در بحرین ابراز کردند. در جریان حمله شبانه به روستایی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دست کم 36 نفر جان باختند. مقامات محلی اظهار داشتند این حمله توسط گروه مسلح اوگاندا که در شرق کنگو مستقر هستند و با گروهک سنی‌های تندروی داعش در ارتباط هستند صورت گرفته است. شاین ذکر است این روستا در 30 کیلومتری جنوب شهر بنی در استان کیووی شمالی قرار دارد و این منطقه همواره توسط شورشیان و گروهک های تروریستی مورد هدف قرار می گیرد. سازمان حمایت از کودکان یونیسف طی گزارشی اظهار داشت که جنگ جاری در اوکراین، بلایای طبیعی و افزایش تورم طی 2 سال گذشته میلیون‌ها کودک دیگر را در سراسر اروپا و آسیای مرکزی به فقر کشانده است. این گزارش در ادامه از کشورها خواست تا راهکارهایی را برای حمایت از کودکان در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی ایجاد کنند. همزمان با روز جهانی اسلام حراسی، جمعیت عمومی سازمان ملل متحد در مقر خود در نیویورک نشستی بلندپایه با موضوع مبارزه با اسلام حراسی برگزار کرد. جمعیت عمومی سازمان ملل در این نشست که به ریاست بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان برگزار شد، کشورهای عضو را به اجرای سیاست‌هایی که موجب احترام به حقوق بشر می‌شود دعوت کرد و از آنان خواست با تعصب و نژادپرستی مبارزه و مقابله کنند. سازمان ملل متحد سال 2022 میلادی روز 15 مارس هر سال را به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی تعیین کرد.
خبری از افغانستان. طالبان روز گذشته جمعه از فارغ التحصیلی بیش از 500 نفر از مدارس جهادی این گروه در ولایت‌های هلمند، لغمان و سرپل خبر داده و اعلام کرد 300 نفر در هلمند، 160 نفر در لغمان و حدود 50 نفر دیگر از مدرسه‌ای در سرپل فارغ التحصیل شدند. گفتنی است همزمان با فروپاشی نظام معارف افغانستان، طالبان بر ایجاد گسترده مدارس جهادی در سرتاسر کشور تمرکز کردند. این گروه قرار است از 3 تا 10 مدرسه دینی در هر ولسوالی افغانستان تأسیس کند. سازمان اکسس ناو در گزارش سالیانه خود اعلام کرد که برای پنجمین سال پیاپی در سال 2022 میلادی کشور هند رتبه اول قطع اینترنت در جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش در طول سال 2022 187 مرتبه اینترنت در هند قطع شده است که این وضعیت موجب زیان اقتصادی 2.8 میلیارد دلاری به این کشور شده است. طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد که دولت مرکزی هند از ابزار قطع اینترنت با هدف اعمال فشار و سرکوب مردم مسلمان کشمیر استفاده می‌کند، به طوری که علاوه بر اینترنت در برهه‌های زمانی مختلف تلفن همراه شهروندان مسلمان کشمیری نیز توسط دولت ناریندرا مودی قطع شده است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامازلو در شهر مقدس کربلا طراح اصلی در تحقق و اجرای چشمانداز 40 2030 با 50 میلیون زائر به شمار می رود. این مؤسسه که همواره عمل به راهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی را در دستور کار خود قرار داده، با هدف خدمت به زائران در مسیر تحقق چشمانداز 40 گام برمی‌دارد. در همین راستا این مؤسسه 8 جلسه خود را با حضور حجت الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی محمدی رئیس این مؤسسه و با حضور تعدادی از کارشناسان و متخصصان و مقام‌های مربوطه در مقر این مؤسسه در شهر مقدس کربلا برگزار کرد و جوانب مختلف اجرای این طرح مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت و نقطه نظرات مختلفی را مطرح کردند. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.